با غروب آفتاب در روز شنبه، مردم ترکیه در 100مین سال تأسیس جمهوری در آستانه تصمیمی حیاتی برای سرنوشت کشورشان هستند. مهری که روز یک شنبه بر روی حدود 61 میلیون تعرفه زده می شود، پیش از انتخاب یک فرد برای سمت ریاست جمهوری، تصمیم بر تداوم و یا تغییر وضع موجود خواهد بود. این رقابت انتخاباتی که پیشتر در میان 4 کاندیدا آغاز شده بود، با انصراف محرم اینجه از نامزدی ریاست جمهوری، حال میان رجب طیب اردوغان، کاندیدای ائتلاف اتحاد جمهور، کمال قلیچدارقلو، کاندیدای ائتلاف اتحاد ملت و سینان اوغان، کاندیدای ائتلاف آتا برگزار خواهد شد. محرم اینجه که در انتخابات سال 2018 در رقابت با اردوغان شکست خورده بود، این بار با اعلام انصراف از کاندیداتوری از مردم خواست برای انتخابات پارلمانی به حزب مملکت رأی بدهند. محرم اینجه حزب مملکت را در سال 2021 و پس از جدایی از حزب جمهوری خلق تأسیس کرد. کنارگیری او از این انتخابات منجر به امیدواری مخالفان اردوغان برای پیروزی شده است، چرا که خواستگاه او از حزب مخالفان اردوغان است و انتظار می‌رود بخشی از آرای او به صندوق کمال قلیچدارقلو ریخته شود. هرچند که در نظرسنجی‌ها میزان آرای محرم اینجه از 2% فراتر نرفته، اما این رقم در این رقابت تنگاتنگ می‌تواند سرنوشت ساز باشد. کنارگیری محرم اینجه در حالی که تنها 3 روز به انتخابات باقی مانده بود، جنجال جدیدی را در ترکیه رقم زد. 45 روز است که سوء قصدی علیه اعتبار من شکل گرفته است. تصویری از یک سایت پورنوگرافی برداشته شده و با نسبت داده شدن به من پخش می شود. اداره امنیت و دادستان وظیفه خود را در زمینه پیگیری این موضوع انجام نمی دهند. روزنامه نگاران نمی نویسند که به من افترا بسته شده و آنهایی که این مسئله را حریم خصوصی می دانند از جریان فتح‌الله گلن هستند. برای اینکه چنین تصاویری حریم خصوصی من محسوب شود، باید صحت داشته باشند. این تصاویر جعلی واقعیت ندارند. این مسئله از طرف اردوغان و طرفدارانش به عنوان یکی از تاکتیک‌های جریان فتح‌الله گولن که ساکن ایالات متحده آمریکاست تعبیر شد. در حالی که کمال قلیچدارقلو با انتشار توییتی روسیه را متهم به تولید محتوای جعلی برای دستکاری در انتخابات و مداخله در امور ترکیه کرد، موضوعی که از طرف کرملین به شدت رد شد. در چند هفته اخیر میادین شهرهای مختلف ترکیه شاهد سخنرانی‌های هیجان‌انگیز کاندیداها و بحث‌های داغ مردم بوده است. فارغ از نظرسنجی‌ها، میتینگ‌های دو رقیب اصلی این انتخابات در استانبول، پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه، به تنهایی نمایی از این رقابت تنگاتنگ است. اردوغان، کاندیدای ائتلاف اتحاد جمهور، کمپین انتخاباتی خود را این بار با افتتاح پروژه‌های زیرساختی ادغام کرد و با وعده تداوم این روند از رأی دهندگان خواست به رهبری او اعتماد کنند. در 24 اردیبهشت مژد تولد قرن ترکیه را به تمام جهان اعلام خواهیم کرد. استانبول اگر بخواد میشه. اگر استانبول بگه میشه. به اذن خدا این کار تمامه. در همین استانبول اما این کمال قلیچدارقلو کاندیدای ائتلاف اتحاد ملت است که به مردم قول می‌دهد ارزش‌های دموکراتیک را به کشور بازگرداند و با فساد مبارزه کند. من به شما قول می‌دهم که رئیس جمهور 85 میلیون نفر خواهم بود، بدون اینکه هویت، عقیده و سبک زندگی کسی را زیر سوال ببرم. در کنار تفاوت بارز در گفتمان و روش تبلیغ و وعده‌های انتخاباتی، تمرکز هر دو رقیب بر کسب رضایت رای دهندگان در مسائل اقتصادی بود. اردوغان در روزهای منتهی به انتخابات اعلام کرد که حقوق کارمندان دولت را 45% افزایش می‌دهد. با اعلام شورای عالی انتخابات ترکیه در ساعت 24 شب یکشنبه نتایج غیر رسمی مشخص خواهد شد و در صورت عدم کسب اکثریت آرا از سوی هر یک از کاندیداها، رقابت بین طیف سکولار و مذهبی ترکیه 2 هفته دیگر و تا برگزاری دور دوم انتخابات ادامه خواهد یافت. رضیا ثابتی، آنکارا.